موارد تازه مرگ چندین کودک بر اثر سوء تغذیه در نوار غزه نشان می دهد که قحطی در سراسر این منطقه محاصره شده از اراضی فلسطینی گسترش یافته است. این مطلب را روز سه‌شنبه گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد مأموریت یافتند اعلام کردند. در ادامه همکارم از آخرین وضعیت غزه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. به گفته مقامات بهداشتی غزه دست کم 33 کودک دیگر نیز به تازگی بر اثر سوء تغذیه در مناطق شمالی غزه جان باختند. گروهی متشکل از 11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد به مرگ 3 کودک 13 و 9 ساله و نیز 6 ماهه بر اثر سوء تغذیه در منطقه جنوبی خانیونس و منطقه مرکزی دیرالبلح از اواخر ماه مه تا کنون اشاره کردند. کارشناسان میگویند با مرگ این کودکان بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه که به رغم درمانهای پزشکی در مرکز غزه روی داده، شکی نیست که قحطی از شمال غزه به مرکز و جنوب این منطقه نیز گسترش پیدا کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه آنچه کارزار قحطی عمدی و هدفمند اسرائیل علیه مردم فلسطین خوانده شده را محکوم کردند. سازمان جهانی بهداشت WHO روز سه‌شنبه نسبت به تشدید بحران مراقبت‌های بهداشتی در غزه به دنبال دستورات جدید تخلیه این باریکه هشدار داده است. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت در این زمینه گفت واقعاً هیچ گوشه امنی در غزه وجود ندارد و طبق آخرین گزارش‌ها در مورد دستور تخلیه شهر ارائه مراقبت‌های نجات دهنده بسیار محدود خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که بیمارستان‌های کلیدی از کار افتاده‌اند و یا بیماران مجبور به مرخص شدن زود هنگام شدند. بیمارستان‌هایی که هم‌اکنون نیز مسئولیت این بیماران را بر عهده دارند، با کمبود شدید تجهیزات پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی از آنها با سه برابر ظرفیت خود کار می‌کنند و برای مقابله با هجوم بیماران تلاش می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت خواستار آتش بس شده است تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های پزشکی می‌تواند به افرادی که نیاز شدید دارند برسد و مجروحان بتوانند از مراقبت‌های مناسب برخوردار شوند. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها، اسرائیل و حماس همچنان با طرف‌های میانجی بر سر آتش بس و دریافت امتیازات بیشتر به سود خود چانه‌زنی می‌کنند و آنچه که در این میان در حال از بین رفتن است، جان غیر نظامیان و افراد بی‌پناه است.